درود بر شما، محمد شفیع هستم از مجموعه PLC وان. با ادامه آموزش PLC دلتا در خدمت شما هستیم. خب در اینجا میخوایم چیکار کنیم؟ ما توی قسمت برنامه‌نویسی های اسپید علاوه بر DHSC مثلا یه انکودر رو انتخاب میکنیم و علاوه بر DHSCS و DHSCR یه DHSZ هم داریم. میخوایم ببینیم این کارش چی هستش. اینو من وارد برنامه میکنم. قبلش خب کانتر CD251 رو آوردیم، اینو تیک میزنم و توی برنامه حالا میام مموریاشو میتونم استفاده کنم. خب اینو میگیرم M1. خب M1 در واقع همون استارت من هست، اینجا استارت رو مینویسم، اینجا هم که خب به تبع M1 هست. خب میخوام ببینم این DHSZ چی کار میکنه. خب روش دابل کلیک میکنم، میام توی این قسمت، گفته که S1 low limit، S2 high limit و S هم که شماره کانتر من هست و برای در واقع نتیجه مقایسم به صورت BT هستش. خب من اینجا میام اینو در نظر میگیرم، مثلا اینو میگم 1024، اینو میگم 2048، که چون انکودر من 1024، دور اول زد 1024، دور دوم 2048. کانتر من هم که C251، اینم میذارم مثلا Y3 که با اون Y0 که الان اینجا میخوایم استارت بزنیم تداخل نداشته باشه. اینجا میگم ست کن Y0 رو، یعنی در لحظه اول که M1 رو زدی اینم لبه میدم که اگر یه موقع خواستم ریستش بکنم فعال بودن M1 کارو خراب نکنه. باز دوباره مثل برنامه قبلی میام میگم LDI کن M1، خب RST کن Y0 و دیگه چیکار کن؟ دیموف کن کای 0 رو تو CD251، مقدار اون کانتر رو هم ریست کن. خب میخوام ببینیم برنامه دستور چجوری کار میکنه. میام برنامه رو کامپایل میکنم و برای اینکه این وای 3 رو ببینم میتونم اینجا بگم که لود کن وای 3، این جزء برنامه‌مون نیست، اوت کن مثلا M10. فقط میخوام ببینم که این وای 3 کی فعال میشه. خب اینجا دانلود میکنم و ببین M1 رو من فعال میکنم چه اتفاقی میفته. وای 3 فعال میشه، بعد غیر فعال میشه. خب یه دستوری هم میتونیم در نظر بگیریم برای ریستش. میایم اینجا مثلا اینجوری مینویسیم، میگیم که M1 فعال بود اینجا یا در انتهای برنامه دیگه، مثلا میایم اینجوری مینویسم لود کن مموری 1000 LD بزرگتر از بزرگتر مساوی CD251. اگر مثلا از کای مثلا 10000 بزرگتر بود RST کنه M1 رو، یعنی مموری استارت رو غیر فعال کنه، RST کنه Y0 رو، Y0 هم غیر فعال بکنه و البته M1 رو غیر فعال بکنه، اولا انگار Y0 رو فعال کرده، ریست کرده و اینم انگار ریست کرده کانتر رو، پس این دیگه نیازی نیست. ما باید تنها کاری که میکنی M1 رو غیر فعال میکنی تا این خط خود به خود اجرا بشه، درسته؟ خب حالا اینو دانلودش میکنیم و نتیجهشو ببینیم چی میشه. M1 رو فعال میکنم، ببین Y0 رو فعال کرد، Y0 نه دیگه Y3 رو، من میام پایین تر تو Y3 رو بتونم ببینم. خب این 10000 که رسید غیر فعال شد. یه بار دیگه من فعال ببین، الان اینجا بازم سریع اتفاق افتاد من ندیدم. یه بار دیگه اجازه بدین، خب الان وایس فعال شد و بعد غیر فعال شد. خب الان سوالی که پیش میاد این که کی فعال میشه و کی غیر فعال میشه. از لحظه که شما استارت میزنین تا در واقع به این که عدد 1024 برسه وایس فعاله. حالا من میتونم اینو مقدارشو بزرگتر بذارم، مثلا اینو بذارم مثلا 3000، اینو بذارم مثلا 6000. خب
خب اینجا چون فاصله نیست ارور داده، الان درست شد، شد 3000 و 6000. ببین چه اتفاق میفته. الان طبق این برنامه ما حساب که بزنیم مقدار کانتر از 0 باشه تا 3000 باید وایسه روشن باشه. ببینید الان روشنه، میره تا 3000 روشنه، 2000 خورده ای 3000 خاموش میشه، توی 6000 هیچ اتفاق نمیفته. دلیلش چیه؟ دلیلش این هستش که ما این دستور رو درست متوجه نشدیم. اینجا هستش که بحث زبان میتونه به شما کمک بکنه. اگر اینجا من بیام و توی این توضیحات نگاه بکنم، برای نتیجه در واقع مقایسه اومده اینجا نوشته که 3 تا بیت در واقع پیوسته رو اشغال میکنن. خب این یعنی چی؟ من پس از اینجا متوجه میشم که وقتی که اینجا آدرس وایسه میذارم، پس یه آدرس وای 4 و یه آدرس وای 5 هم عملا اینجا درگیره، چون داره به من میگه 3 تا به اصطلاح حافظه بیتی پشت سر هم اینجا درگیر خواهد بود. خب من این 3 تا رو در نظر میگیرم. خب الان میرم روی حالت آنلاین. خب یه بار دیگه ام یک رو فعال میکنم، ببین چی اتفاق میفته. وای 3 فعاله، به 3000 که رسید، وای 4 تا 6000، 6000 به بالا هم تا 10000 که در واقع متوقف میشه فعال. درسته؟ که اینجا زمانی که سیستم متوقف میشه میتونید شما بگین که اینجا بیاد وای RST کن وای 5. خب یا نه ZRST کن عملا وای 3 تا وای 5 اینجا غیر فعال بشه. خب دوباره میریم اینجا. خب یه بار دیگه M1 وای 3 فعاله، وای 4 فعاله، وای 5 فعاله، 6000 به بالا و تمام هم که میشه زدارستی میکنه وای 3 تا 5. حالا اگر دوباره برگردید توی توضیحات، اینجا داره به شما میگه که من 3 تا بازه در نظر میگیرم، کوچکتر از S1، کوچکتر مساوی S1، از S1 تا S2، از S2 به بالا. خب بعد اینجا اومده یه شرطی هم گذاشته، به شرطی که S1 از S2 کوچیک‌تر باشه. یعنی ما اینجا زمانی که از این دستور می‌خوایم استفاده بکنیم، S1 که 3000 از این 6000 کوچیک‌تر باشه. پس عملاً شما میتونین از دستور DHSZ و زمانی که استفاده می‌کنی، مقدار کانتری که در واقع اینجا توی های اسپید دارین رو میتونین به 3 بخش تقسیم بکنین. یه بخش کوچیک‌تر از عدد اول S1 که میشه Y3 اینجا گذاشتیم، حالا شما بذارین M3 مثلا، اینجا بذارین M4 و M5 مهم نیست، مهم اینه که شما در واقع 3 تا حافظه BT پشت سر هم رو اینجا بیان استفاده بکنید. بعد بین 3000 تا 6000، بعد 6000 به بالا هم میتونه بازه سوم میشه که یک بیت رو مثلا مثل Y5 که اینجا ما استفاده کردیم میتونه به صدا فعال بکنه. حالا به جای این Y ها میتونه M باشه، یا به جای این کاها شما مثلا بذارید D10، یعنی بازم از شما قبول میکنه. یعنی شما عملا میتونه این بازه رو شناور در نظر بگیرید، یعنی میتونه مثلا من الان میذارم 3500، اینم میذارم مثلا 7000. خب میتونید به جای کا یا عدد ثابت شما دی در نظر بگیرید. حالا این دیه توی بازه های مختلف برنامه میتونه تغییر بگیره. پس عملا شما یه سیکلی که داره میچرخه توی برنامه مثلا انکودر داره میچرخه. ببین الان وای 3 فعال، این دفعه دیگه تا 3500 وای 3 فعال، بعد از اون ور دیگه تا 6000 نیست، تا 7000 وای 4، وای 4 به 7000 به بالا میشه وای 5. پس شما عملا میتونی چرخش سیکلی که در واقع داره اتفاق میفته توی بحث پالس، توی های اسپید اینپوت، میتونید به 3 تا بازه مختلف اینو تقسیم بکنید و ازش در برنامه استفاده کنه. حتی میتونی یک دوره کامل مثلا فقط اینجا بگیم من کلا 1024 تا دارم، از این 1024 تا پاس که یه دوره کامله توی این زاویه این کار انجام بده، توی این زاویه بیا کار دوم رو که ازت میخوام رو انجام بده. یا اینجایی که شما دارین 3 تا بیت رو دارین استفاده میکنین، شما ممکن توی برنامه نخواین از مثلا وای 4 استفاده کنین، فقط 3 و
5 رو میایین توی برنامه نویسی استفاده میکنید، دقت داشته باشین که اگر مثلا اینجا باشه M3, M4, M5 شما مثلا ممکنه فقط از M3 و M5 بخواید توی برنامه استفاده بکنید. این دوتا رو می‌نویسیم و یه سری شرط‌های دیگه ممکنه داشته باشه و بعد بیاد یه سری خروجی‌های رو ستو ریست بکنه. اگر از این M4 که الان اینجا Y4 هستش نمی‌خواید استفاده بکنید در این قسمت، در جای دیگه برنامه هم نباید بگین که خب حالا چون M4 اینجا خالی هستش من برم جای دیگه برنامه استفاده کنم. نه، این چون به هر حال سیکلشو داره کامل میکنه، MS3 که فعال بشه بعدش توی بازه وسط M4 فعال میشه. پس شما از این M4 اگر اینجا استفاده نمیکنید جای دیگه برنامه هم نباید استفاده بکنید، چون این M4 هر بار که این سیکل به اصطلاح عمل بکنه بین 3500 تا 700 این فعال میشه. پس اون قسمت دیگه برنامه‌ای که شما بخواید از این M4 استفاده بکنید رو خراب میکنه. اگر استفاده نمیکنید نیاز ندارین جای دیگه هم استفاده نکنید. این هم توضیحاتی بود برای دستور DHSZ که خدمت شما دوستان عزیز به اصطلاح ارائه شد. امیدوارم که این فیلم برای شما مفید بوده باشه. تا آموزش‌های بعدی همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ بسپارم. پیروز باشید.